ما در این کشور کی گفتیم صد روزه همه مشکلات حل میکنیم من تو انتخابات گفتم دو تا برنامه من دارم انتخابات 92 تو 96 هم گفتم گفتم من دو تا برنامه دارم یه برنامه صد روزه که تو صد روز من کارایی که میکنم آخر صد روز میام به مردم میگم میگم تو صد روز این پشت کاره کار کردم یه برنامه چهار ساله هم دارم پایان چهار سال میام میگم نگاه کنید به نطخ من به صحبت های من به نوشته من نه این, اختراع مام نیست اکتشاف مام نیست در بسیاری از دولت های دنیا یه برنامه صد روزه دارن یه برنامه چهار ساله دارن من یه برنامه صد روزه در 92 داشتم آخر صد روزم آمدم به مردم گزارش دادم گفتم صد روز از دوره من گذشت من این کارا را کردم توضیح دادم تو همون صد روزم بود که اولین توافق با پنج به اضافه یک با شش کشور قدرتمند به صورت موقت توافق موقت انجام شد و تصویب شد و اعلام شد و در اون توافق حق غنی مهمترین چیز ما این بود حق غنیسازی ایران به رسمیت شناخته شد این مهمترین دستاورد ما بود یعنی تا اون روز میگفتن غنیسازی حق ایران نیست به دلیل قطنامه هایی که در شورای امنیت سازمان ملل تصویب کرده بودن حالا ما هم البته به اون قطنامه ها اعتنایی نداریم ولی حالا از در مقررات قانونی میگفتن اینا شما حق ندارید آمدند و اعلام کردن ایران حق غنیسازی داره این بزرگترین دستاورد صد روز اول بود